کلن آینده موسیقی سنتی رو چگونه میبینی؟ این یه سواله یه ذره مشکلیه ولی آدم نمیتونه پیش بینی بکنه چون خیلی فاکتورهای مختلف توش تاثیر میذاره ولی خب چون شما اهل فنین و این همه سال زحمت کشیدین از 11 سالگی تا به حال به هر حال شما میتونین این قضاوت رو بکنین که به چه صورت شما این رو میبینین؟ والا پیشرفت موسیقی خب به مقدار زیادی نیاز داره به حمایت دولت بعد آزاد بودن هنرمند دستش باز باشه که چی بسازه چه شعری بگه چه جوری بخونه اینا همه دستپاگیره واسه یه هنرمند وقتی این همه محدودیت تو ایران هست چه برای آهنگساز چه برای شاعر چه برای خواننده خب بله. این جلوی پیشرفت رو میگیره یعنی انتظاری نمیشه داشت که مثلا یه معجزه‌ای بشه بعد یه دفعه تو این قفس تنگ بشه کارهای خیلی عظیمی کرد به ویژه برای خانوم ها بله. من برای خانوم ها به نظر من خیلی عقب رفت خوندن خانوم ها و اینکه اینا رو در حاشیه گذاشتن تو کور بخونن یا در کنار صداشون یه آقایی بخونه اینا من اصلا تایید نمی کنم به من هم بارها پیشنهاد شد که این کار رو بکنم ولی من هرگز قبول نکردم چون من همیشه سولو خوندم و تا آخرش هم سولو میخونم و زیر بار این قید و شرط ها نمیرم به هیچ بله، طریق نه درستم هست بله. سوال بعدی که ازتون دارم اینه که آیا موسیقی سنتی ایران میتونه دست به نوسازی بزنه به طوری که قدرت رقابت با موسیقی کلاسیک غربی رو پیدا بکنه یا با موسیقی مدرن غربی رو پاپ داشته باشه نظر شما در این مورد چیه؟ به هر حال اینم خیلی مشکله برای اینکه اصلا موسیقی پاپ و سنتی خیلی با هم بله. متضاده و اینا نمیتونن با هم در کنار هم پیش برن جلو برن پیشرفت بکنن چون به هر حال هر موسیقی یه سری طرفدار خودشو داره بله موسیقی درسته. پاپ بیشتر جوونا خب دوست دارن و حقشونه کاملا موسیقی سنتی طرفدارای دیگه ای داره و این در صورتی میتونه موسیقی سنتی پیشرفت کنه که خب آهنگسازای خوب شعرای خوب بیان و واقعا یه دگرگونی در این موسیقی ایجاد بکنن که بتونه خودش رو کمی نشون بده و این باید یه کمی ریتم و حرکت در این موسیقی ایجاد بشه بله ببینید این کار رو مثلا باشه. استاد پایور شروع کردن سالها بله. پیش یا استاد علی نقی وزیری خیلی پیشتر از ایشون این کار رو شروع کردن با رنگا و چارمزرابای زیبایی که داشتن و حتی با تصانیفشون این کار رو شروع کردن و خیلی خوب داشت پیشرفت میکرد ولی یه دفعه دگرگون شد و موسیقی ما به نظر من نشست کرد همون جور که خواننده های ما اون موقع ایستاده میخوندن بله قمر ایستاده میخوند قمر با لباس یقه باز رو صحنه ایستاده خوند روحانگیز ایستاده خوند دلکش مرضیه بنان قوامی اینا همه ایستاده میخوندن رو صحنه وای میستادن و میخوندن وقتی به نظر من یک نسبتی هست بین اینا وقتی خواننده ها نشستند خوندن به نظر من موسیقی ما هم نشست کرد از کی نشستن خوندن از والا این تقریبا این کوتاه مدتی قبل از انقلاب شروع شد و این دیگه رسم شد مود شد که مثلا هر کی سنتی میخونه باید بشینه و به نظر من الان کار به جایی کشیده که خیلی ها اصلا واقعا توان خوندن ندارن یعنی توانایی خوندن ندارن کار زیاد نکردن اینا فکر میکنن مثلا که بشینن و پا رو پا بذارن و دست رو دست بذارن و شروع کنن به نظر من نوحه خونی کردن یعنی دارن موسیقی سنتی میخونن در حالی که نیست همچی چیزی این خیلی فرق داره با اون چیزی که سالها پیش قمر میخوند روحانگیز میخوند نمیدونم زلی میخوند اصلا اینجوری نبود به این صورت نبود اینا کار نکرده و به اصطلاح زحمت نکشیده اسم موسیقی سنتی میذارن و واقعا به بدترین وجهی نشونش میدن بله خب این باز تأسفه دیگه امیدواریم که تو این زمینه هم نوآوری بشه امیدواریم بله هنرمندای ما آهنگسازای ما بتونن با دست باز و پشتوانه بیشتری بتونن یه تحول زیادی در این موسیقی ایجاد بکنن
چون ما میبینیم تو زمینه مثلا تو زمینه تئاتر یا سینما خیلی پیشرفت ایجاد شده بله. ولی تو زمینه موسیقی به خاطر حساسیتی که بهش وجود داره به بله. زمینه موسیقی خیلی حرکت ها سوستر و خیلی کند بوده و بله. این خب باعث تأسفه برای اینکه بله. موسیقی سنتی ما واقعا مثل موسیقی کلاسیک اروپایی یک ارزش والایی داره دقیقا. ولی وقتی بله. کار نشه روش پیشرفت نکنه خب همینطور که شما میگین متوقف میشه در حالی که آدم میبینه تو زمینه سینما و تئاتر نوآوریایی که میشه خیلی بیشتره دقیقا. خب این آخرین کار شما سی دی هستش که به تازگی انتشار دادین و به نظر میاد که در این سی دی جدیدتون که بینندگان ما میتونن این سی دی رو ملاحظه کنن که جلوی خانم دکتر قرار داره یه در حقیقت یه دوران جدیدی یا یک کار جدیدی از کاراتون رو ارائه دادین و بیشتر آهنگای رو اجرا کردین که برای شخص شما ساخته شده. میتونین در این مورد هم خواهش میکنم توضیحاتی بدین که بینندگان ما بیشتر با این سی دی شما آشناشن و علاقمند اگر باشن بتونن از طریق سایتتون تهیه کنن. کمال میل. من اولین کارهایی که در خارج کشور خوندم از ساخته های کاظم عالمی بود که برای صدای من ساخته بود اجرا کردم. بعد یه سی دی با آقای جلال اخباری از کارهای ایشون بود خوندم که روی شعر فریدون مشیری و نادر نادرپور و حافظ و مولوی و اینا بود. بعد با آقای مسعود عطایی یه سی دی قبلا داشتم، یعنی در واقع این سومی سی دی من با آقای مسعود عطایی که به هر حال اشعارشو خودشون میگن، اشعار به گونه یه که یه کمی زبان عامیانه است، خب به دلها شاید بیشتر میشینه و یه کمی فهمش برای شنونده ها خب راحت تره تا فرض کنی شعر مولوی و حافظ و اینا. این کار جدید منم در واقع دنباله اون دو تا سی دی قبلی که با آقای مسعود عطایی داشتم و 6 تا ترانه توش هست که عاشقانه نامش رو گذاشتیم و یکی از ترانه ها ترانه نوروزیه، ترانه شاده. من خودم اعتقاد دارم که در نوروز باید شاد بود و شادمانی کرد و پایکوبی کرد و به همین دلیل دو تا ترانه نوروزی خوندم جدید که این عید نوروز رو بشه با شادی و پایکوبی آغاز کرد و برگزار کرد. خب خیلی عالیه دیگه. این آقای مطلوبی هم نیست، آقای مسعود عطایی. بله عطایی در آلمان زندگی میکنه. بله ایشون هم در دوسلدورف هستن. بله خب دیگه پس بعد شما بیشتر به آلمان تشریف بیارید. امیدوارم. امیدواریم که کارهای جدیدتونم هر چه زودتر ببینیم. خیلی در خاتمه از صحبت کوتاهی که با شما داشتم متشکرم و مطمئنم که برای بینندگان برنامه تلویزیونی ما هم خیلی جالبه که این شما به برلین تشریف آوردین و این وقت رو به ما دادین و خیلی ازتون متشکرم و امیدواریم در آینده فرصت های بیشتری داشته باشیم شما رو بیشتر در برلین ببینیم، از هنرتون استفاده بیشتری بکنیم و امیدواریم بتونیم براتون حتی اینجا امکانی ایجاد کنیم که شما کنسرتی بدین و صدای دلنشین و زیباتون رو واقعا برای یک پوبلیکوم وسیع‌تری در اختیار بذاریم که اونا هم بتونن ازش استفاده بکنن. امیدوارم و خیلی متشکرم و سپاسگزارم از بینندگان عزیز که به سخنان ما گوش فرا دادن. متشکرم. مرسی. خیلی ممنون. خانم دکتر، من یه دونه برنامه ای رو از شما دیدم که خیلی به دلم نشست در مراسم شب شعر زنده یاد آقای سیاوش کسرایی در وین. شما فی‌البداهه بدون موزیک، یعنی بدون اینکه ارکستری بر شما شما رو همراهی کنه، چند بیت از اشعار ایشون رو خوندین که واقعا
من زیبا بود. من چون ما الان این شرایط رو نداریم که امیدواریم در آینده داشته باشیم، ولی الان نداریم که برای شما ارکستر اینجا باشه که شما بتونین بخونین، میتونم ازتون خواهش کنم، یا این خواهش خیلی زیادیه، خواهش کنم ازتون که اون چند بیت رو اینجا بخونین، چون واقعا نشون میده که صدای شما رو و اوج صداتون رو و زیبایی صداتون رو خیلی نشون میده. و یادی هم از زنده یاد کسرایی است، آقای سیاوش کسرایی. چشم، با کمال می این دو بیتی های آقای کسرایی ساخته استاد یوسف زمانی فره. بله، دو بیتی هایشون. به من گفتی که دل دریا کن ای دوست، همه دریا از آن ما کن ای دوست، دلم دریا شد و دادم به دستت، مکش دریا به خون پروا کن ای دوست، مکش دریا به خون پروا کن ای دوست. کنار چشمه‌ای بودیم اندار، تو با جامی رو بودی ما از آب، چنوشیدیم از آن آب گوارا، تو نیلوفر شدی من اشک مهتا، تو نیلوفر شدی من اشک مهتا، لب بیشه پر از مهتاب امشب، پلنگ کوها در خواب امشب، به هر شاخی دلی آرام گرفته، دل من در تنم بیتاب امشب، دل من در تنم بیتاب امشب. به من گفتی که دل دریا کن ای دوست، همه دریا از آن ما کن ای دوست، دلم دریا شد و دادم به دستت، مکش دریا به خون پروا کن ای دوست، مکش دریا به خون پروا کن ای دوست. به 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 به، واقعا عالی بود، دل منو که شاد کردیم، من مطمئنم که دل بینندگان ما هم همه شاد میشه. و روح آقای کسرایی. آه